بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. واکنش چند کارگردان مشهور به درخواست رئیس جمهور. به دنبال درخواست آقای روحانی برای ساختن فیلم دستاوردهای دولت تدبیر و امید، چند کارگردان مشهور هالیوود برای ساخت این فیلم اعلام آمادگی کردند. مارتین، احتمالاً شنیدی که پرزیدنت روحانی چی گفت؟ بله. خب تو نمیخوای به عنوان یکی از مهمترین کارگردانای جهان کاری براش انجام بدی؟ بله حتماً. ما الان در حال نوشتن یه فیلمنامه هستیم. بعد از موفقیت در گرگ وال استریت در این قسمت قصد داریم سراغ پلنگ پاستور بریم. درست. قهرمان داستانم یه ایرانی بورس باز حرفه‌ایه که اول مردم رو به بورس دعوت میکنه و بعد خیلی تمیز برای تامین بودجهش دستشو میکنه تو جیبشون. پرزیدنت روحانی گفتن چرا سریالی از دستاوردهای دولتشون ساخته نمیشه؟ شما به عنوان یه کارگردان مطرح که تجربه یه سریال واکینگ دد رو داشتین، چه ژانری رو به ایشون پیشنهاد میدین؟ ببینین، معرکه است که ما بتونیم دستاوردهای دولت رو در ژانر ترسناک نشون بدیم. واقعا عالیه. مثلا همه مردم در آرامش خوابن و بعد در یه لحظه قیمت بنزین 3 برابر بشه و رئیس جمهور خودش روز جمعه این ماجرا رو بفهمه. این سوژه یه سریال واقعا ترسناکه. واقعا عالیه. من رفتم ایران ولی نذاشتن از دستاوردهای دولت پرزیدنت روحانی فیلم بسازم. خب مگه چه فیلمی میخواستی بسازی؟ نابودگر 3. ممکنه ساخت فیلم دستاوردهای دولت پرزیدنت روحانی سخت باشه ولی شدنیه. ما کردیم، شد. ما خودمون ایده اولیه ی فیلم تنت رو از شعار انتخاباتی آقای روحانی گرفتیم، به عقب بر نمیگردیم. البته در ایران همه فکر میکنن به عقب برگشتن، اما خب اینطور نیست. اگه بخوام بازش کنم، هر عقبی در واقع جلوی یه چیزیه و هر جلویی میتونه بالقوه عقب یه چیز دیگه باشه که خود اون عقب میتونه برگرده به جلویی که در عقب اون جلوی عقبیه و اینجوری میتونه جلو باشه. ممنونم از نگاه.